در نام قدوس عیسی مسیح میام خدمتتون. من لاتان باقستانی هستم، شما مشاهدهگر برنامه پخش زنده سیمای مسیح هستید. منم نازنین هستم و خیلی خوشحالم برای این فرصت که میتونیم با شما عزیزان صحبت کنیم. برنامه ما زنده است، همکنون هر جایی که هستید زنده تماشا میکنید و میتونید با شماره برنامه 201-347-464-3000 تماس بگیرید. اگه دوست دارید ایمیل کنید sima.masih@mohabbat.tv و اگه دوست دارید تلگرام، واتساپ یا سیگنال 201-646-820-3863 میتونید در این اپای مسیجی با ما تماس بگیرید. آره، امیدواریم که عزیزان که مثلا خارج از کشورن تماس بگیرن، چون ما هر لحظه ببینیم که دولت جمهوری اسلامی به جایی که مردم اجازه بده که به اهدافشون و به خواستهاشون برسن سختگیرتر میکنه، سختگیرتر است نسبت بهشون. حتی اینترنت رو من شنیدم امروز خیلی بد بستن تو ایران، حتی دوستانی که ما همکاری میکنن از طریق سازمان ایران برای مسیح نمیتونستن ما تماس بگیرن. به هر حال دعا میکنیم هر جا هستید، اگر شما که در خارج از کشور تماسی دارید با دوستان در داخل کشور ما خبر بدید، مطلع بسازید ما رو. به هر حال اطلاعاتی دارید که میتونه ارزنده باشه. این برنامه البته برنامه هستش که همونطور که اسمش رو میبینید سیمای مسیح مظهر ذات خدا نایده، ما راجع به کاری که عیسی مسیح میکنه، ولی بخشی از اون کاری که خداوند ما مورد خواستش و علاقش هست در قلبش هست همینه که به نیازها و خواستهای مردم برسه که متاسفانه کشور ما از اون محروم هستن. نظر جون در این هفته ای که پشت سر گذاشته به روزها، ما میشنمی واقعا جای تأسف داره که روز به روز بیشتر اعلام میکنن که افراد بیشتر میخوان اعدام بکنن به خاطر که ظاهرا تو خیابون پیداشون کردن. حالا مخصوصا بچه های جوان 17-18 ساله، 15 ساله در همین چند روز هم چند نفر رو اعدام کردن. ما خبر داریم که این موضوع باعث شده که جهانیان صداشون در بیاد. بوده 26 نفر در توشه که من میدونم در لیست اعدام قرار گرفتن که اونجوری که جمهوری اسلامی تا حالا عمل کرده هر لحظه امکان داره اینا رو اعدامشون بکنن. خب این به معنی اینه که مردم خیلی مضطرب هستن، مثلا خانواده‌های نزدیکان، مثلا دوستانشون، به هر حال آزادی خواهان، همه ما نگران هستیم. من در شبکه اجتماعی می‌بینم که افراد غیرانی اعتراض میکنن، وکالت این عزیزان رو میگیرن و به هر حال همه صداشون در اومده. این در حالی که عجیبه، به جای که دولت جمهوری اسلامی فروتن بشه بپذیره دلش سخت‌تر بشه. شما از من شنیدین این چند روزه که یاد این قسمت میفتم که کلام خدا میگه وقتی خدا توسط خادم خودش موسی با فرعون صحبت میکرد، به جای که فرعون فروتن‌تر بشه دلش بیشتر سخت شد در برابر خدا ایستاد. و اون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه و مسئولین به جای که بیان بپذیرن که ببین خب مردم چیزی میخوان دیگه، به حال کسی که میخواد آزاد زندگی کنه، حالا نظر حجاب اجباری هست هر چیز دیگه، به جایی که به خواستهاشون برسن، در حالی که فشار اقتصادی انقدر زیاد شده، در این هفته ما شنیدیم که عزیزان کالا میدن غذا میگیرن، یعنی اصلا وحشتناکه. شما فکر کن من شما بریم بیرون مثلا این میز رو ببریم بگیم ما مثلا 1 کیلو برنج بخوایم، 1 پوند برنج بخوایم، خب واقعا جای درد داره. یعنی اصلا در اوج فلاکت و بدبختی، اونم با مردمی که به هر ساز اینا رقصیدن، هر چیزی رو تحمل کردن، به حال ایستادن و فروتن بودن، ولی واقعا دل ما میشکنه. یعنی واقعا متاسفه برای موضوع. شخصا این حرکت رو محکوم اعلام میکنم، شخصا با من اگه انسان شما بگه شما چه ربطی داره خارج از کشور هستید، چرا به من ربط داره؟ بگه انسان هستم، معترض هستم و به عنوان خادم خدا در کنار مردم ایستادیم، از همینجا هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم، روزانه دعا میکنیم و غیرانی رو تشویق میکنیم که این کار رو انجام بدن و حتی اطلاع رسانی میکنیم. چند روز پیش شما به یولی جان گفتید که در همین برنامه بودن چه اتفاق افتاده، دختر جوان غیرانی چقدر دلش شکست، خیلی دلش شکست و خیلی تأسف خورد و گفتش که در خانه دعا که همیشه دعا میکنن حتما ایران و جوانهای ایرانی رو بلند میکنن، براشون دعا میکنن
واقعا خیلی خبر دردناکی، یعنی هر کسی بشنوه چه ایران چه غیر ایرانی، اصلا مخصوصا این غیر ایرانی ها وقتی میشنوند تعجب تعجب میکنن، میکنن. خیلی بله میگن این چه جور کشوریه، چه جور دولتیه، مگه میتونه دولت یه جوان بیگناه رو همینجوری به دار محکوم کنه و بکشه؟ یعنی واقعا اینها جز قتل کار دیگه ای نمیکنن، فکرشون فقط هلاکته. یعنی کاملا افراد و فکرهای شریرانه دارن. بله، از یه طرف مردم مطمئنم غیر ایمانداران مسیحی هم این برنامه رو تماشا میکنن، اگر از طریق شبکات اجتماعی شبکه محبت تماشا میکنن یا از طریق ماهواره. بعد بیم فکر کنیم که واقعا این چه جور دستور عمل الهی هستش. یعنی نیست، ما میدونیم نیستش، مردم بیدار بشن. من دیدم هنوز هم بعضی ها میگن الله اکبر و نمیدونم چی و چی و چی اینا، واقعا چیزش رو باز بشه ببینن که در این سالها، حالا به 1400 سالش کار نداریم، در این 43 سال گذشته چه چیزی رو پیروی کردن. و امیدوارم که خدای راستینه بشناسن، خدایی که ما این روزا آماده میشیم جشن بگیریم در همه جا. درست ملت ما غمگین هستن، دردمند هستن، ولی ما نمیتونیم بیاد نیاریم که عیسی مسیح در میان ما جسم پوشید، انسان شد، مثل ما شد. برای همین هم که یک انسان از شرارت گناه و شیطان آزاد بشه و بعد از اسارت‌های دنیوی آزاد بشه. و حالا هم که داریم اینو میبینیم، من مطمئنم که قلب خود من شنیده. من گفتم در یک دو برنامه گذشته در جلسات خصوصی خودم، گفتم من شخصا شنیدم که تمام شد، به فیض خدا اتفاق بیفته. در حالی که ما الان اینجا نشستیم، خیلی ها در زندان هستن، از جمله همکیشان ما مسیحیان، کسانی که حالا مسلمان بودن مسیحی شدن یا از اقلیت ها بودن مثل ارامنه آشوری ها، داشتن پیغام انجیل مسیح که طبق فرمان عیسی مسیح باید به دیگران برسونن و الان در مصیبت هستن. در ایام کریسمس که باید با خانواده‌اش باشن، با کلیسا باشن، شما در کلیسای ما رو بستید، کشه ما رو کشتید، همه رو پراکنده کرد در جهان، دیگه چه کاری باید بکنید که نکردید؟ و من دعا میکنم واقعا خداوند داوری کنه، خداوند دخالت کنه. فکر نکن دعای ما فایده نداره. اگر شما ضد مسیح هستید، ضد کلیسا هستید، بدونید که خدا در برابرتون ایستاده. بنده نه فقط ایستادم، خدا ایستاده و شما محکوم هستید و به زودی نه در دنیای بعدی، در همین زمین شما آنچه را که کاشتید و میکارید و از خداوند میبینید. و من دعا میکنم که خدا واقعا به بقیه مردم رحم کنه و بسیاری از خادمین و مسیحیان هستن که این موضوع رو انجام میدن. نمیخوام بیش از این مقدمه جلسه برنامه‌مون رو بریم جلو، چون برنامه پر داریم با شما داشته باشیم، ولی میخوایم که قبل از که بریم جلوتر یک دعایی برای شما بکنیم. دعا بکنیم برای عزیزانی که خانواده‌هاشون داغدار هستن، شاید بچه‌هاشون اعدام کردن، عزیزانشون اعدام کردن، کارهایی میکنن که اصلا وحشتناکه. من کمتر شنیدم دیکتاتورهای قبلی کرده باشن. و از طرف دیگه برای عزیزانی که تو صف اعدام هستن، خداوند رحم کنه، خدا چشمان و زندانبانا و ظالمین رو باز کنه، خدا برشون داره اصلا. و دعا بکنید برای این روزا که واقعا خدا مداخله کنه، شاید در همین شنبه که کریسمس هستش خداوند کار عجیب بکنه و عظیم بکنه. میدونم همه ما ناراحتیم، یعنی اصلا نمیدونیم سیاه بپوشیم، شاد باشیم، شاد نباشیم و در بلا تکلیفی گیر کردیم. واقعا دعا میکنیم، براتون ایستادیم، من و نازنین جان این کارو میکنیم. از اینجا شما این کار بکنیم، مامانی بانو و مادر با هم متحد میشیم. ای خداوند، واقعا این مادران رو، خواهران رو، این خانم هایی که دردمند هستن، دلشون شکسته، عزیزشون رو از دست دادن، خداوند رو به حضورتون میاریم، دعا میکنیم که اونها رو تسلی بدی، اون آرامشی که فوق از عقل انسان خداوند، تو قلبهاشون رو لمس کن خداوند، بذار تو رو بشناسن خدای حقیقی. و دعا میکنیم که در زندان ها تو ظاهر بشی
ملاقات کنی زندانیان رو، جوانای ما رو ملاقات کنی خداوند، ای نه خداوند. فقط از اسلام تنفر داشته باشن بلکه عشق تو رو بشناسن تو رو خداوند. بشناسن ای ای خداوند. پدر عزیز دعا میکنیم رحم کنی بر جوانا و این جنایتکاران، این قاتلین رو خداوند رو ملزم کنی به زانو بیفتن، از تو بترسن ای خداوند، اونها رو ملزم کن، از دست از این شرارتشون بکشن ای خداوند. مسیح جان میدونیم تو ساکت نمیمونی، تو برای فرزندانت مردمک چشم تو میستی و میجنگی خداوند، این وعده توست. پس ما متحد میشیم، دعا میکنیم در نام عیسی مسیح. آمین 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 آمین. شخصا ایمان دارم و میدونم که همه مسیحا همین طرز تفکر دارن که خداوند دعای ما رو میشنوه. میستیم، بله، فعالیت مختلف شده و میشه، اعتراض و پتیشن ها و همه چیزا اتفاق داره میفته، حالا ما کمتر بقیه بیشتر فرق نمیکنه، ولی اتفاق داره میفته و میدونم که غیر ایرانی ها دارن این کارو میکنن، فقط ایرانی ها نیستن که پتیشن پر بکنن و اعتراضات رو میگن، خود دولت هم اینو میدونه. من دعا میکنم اگه شما ملزم شده، چون من دیدم کسی داره تماشا میکنه برنامه رو، ملزم شده واقعا توبه کنید، نگید حالا توبه کنید واقعا. و از طرف دیگه ایمانداران رو تشویق میکنم که در ایام که داریم جشن میگیریم، داریم آماده میشیم پاس بداریم تعهد خداوند نجات دهنده خودمون رو، با کم بیستیم، امیدوار باشیم، چون نور همیشه پیروزه. آمین. و تاریکی هیچ وقت باقی نمیمونه. آمین. خب میریم با هم یه کلیپ کوتاه ببینیم از حنانیه عزیز ما، این برادر ما، من میتونم برادر بگم چون هم رفت آمده خانوادگی کردیم، هم میدونم ایشون عیسی مسیح دوست داره، ایران رو خیلی دوست داره، یه پیج داره به فارسی، میدونم عزیزان کمکشون میکنن، خودش این کار، پدرشون فارسی یاد گرفتن، برادر ما اسرائیل. پس کلیپ ایشون رو میبینیم، من تعظیم کردم طوری که به در تلویزیون بخوره، با هم تماشا میکنه و ببینیم که ایشون چی میگن و برمیگردیم برنامه ادامه میدیم، با ما باشید. If you are from a normal country, then this frame looks normal to you. But if you're from Iran, oh, you know what those are for. While in Israel, cranes are used to build new homes and buildings for families, in Iran, these cranes are used to hang anti-regime activists, protesters, LGBT, and journalists. Did I forget anyone? Growing up in Israel, I remember looking at these cranes as a kid and I got excited because I knew that they're building a new neighborhood, I would get to make new friends at school. In Israel, cranes symbolize progress. In Iran, cranes symbolize death. Iranian children, when they look at these cranes, they're traumatized because they know what they mean. They know the negative connotation that they're using those cranes to hang people, to hang their people. In wake of the recent protests in Iran, the regime sentenced several protesters to be hanged. Iranian people, whose only crime is protesting for freedom, are being sentenced to be hung in their beloved country. The very country they wanted to see free so badly. A recent example is Mohsen Shekari, a 23-year-old brilliant Iranian guy with a bright future ahead of him. He went to protest in the streets of Tehran and was arrested by the Islamic police. This week, before sunrise, while the world was sleeping both physically and metaphorically, the Islamic regime executed him by hanging him in public. I spoke with several Iranian friends of mine who are currently in Iran, and they told me that the regime always hangs people in major squares and city centers so that the public, women and children included, will see how they are hanging their own people, those that oppose this dictatorship. They want to intimidate them. They want to sow fear among Iranian people because they know that the only way they can survive is not through joy and confidence, but fear. The family of Mohsen Shekari, who was executed this week, was required, just like many other Iranian families, to pay a fee for the crane that hung their son. This is how sick this regime is. Now, how do Iranians feel? Well, they feel like their country was taken hostage by radical Islamists.
Iran used to be one of the richest and most successful countries in the Middle East. Everybody wanted to do business with Iran. Iran actually did business with Israel. Israel had an ambassador in Iran until 1973. Iran and Israel used to collaborate on defense and security. Today, that sounds like a fairy tale. But back then, it was the reality. Look where Israel is today and where the Islamic Republic is. Israel is using cranes to develop its country and people. The Islamic Republic is using cranes against its people. I want to use this video to spread the word about the situation in Iran. Because for Iranians, speaking truth and facts equals risking their lives. For us, it's just a matter of clicking share or not. So I urge you to share this video. Let's expose the truth about what the Islamic Republic is doing to its own people. Share this video. بله واقعا جای تأسف داره. اگر یک پسر اسرائیلی، حالا یه نمونه است، اینطوری ایستاده بر ایران، چقدر ما ایرانی ها باید بیستیم. من شما را که در داخل کشور هستید تشویق میکنم در داخل کشور به سایر مردم اطلاع رسانی کنید. کمتر کاری که میشه کرد، نه؟ اگر در خارج از کشور هستید مثل ما میتونید این کار بکنید، نه فقط در دعا، اطلاع رسانی کردن خیلی کمک میکنه. این اواخر برای اعدام ها انقدر اطلاع رسانی ها مؤثر بوده که مجبور شدن تجدید نظر کنند در بعضی موارد. این کار رو بکنیم. شخصا شاهد بودم، سالا پیش برای اولین بار به اسرائیل رفتم. خب اسرائیل بیابان بوده قبلا، ولی امروز من در آمار ببینم دومین کشور، اقلا پایتختشون دومین که پایتخت گرون دنیاست. انقدر شهرسازی ها و انقدر امکانات جدید است و این در حال کشور ما که روی نفت نشسته، این همه ذخایر ملی، امروز مردم نون ندارن بخورن. این نه فقط فساد این افراد میرسونه که دارن دزدی میکنن، بلکه این پولی که استفاده میکنن به ضد کشتن دیگران مثل حزب الله و غیره به مردم اینگونه آسیب میرسونه. پس واقعا باید بیستیم. من فکر نمی کنم که کسی میخواد به 3-4 ماه گذشته برگرده. نمیتونیم نسبت به خونهای ریخته شده بی تفاوت باشیم و باید بیستیم و عمل کنیم و فیض خدا شاهد باشیم که نور بر تاریکی پیروزه. میدونم تحت تاثیر قرار گرفته، خانم هم میشناسم. آره خیلی درناک بود این کلیپ، من قبلا ندیدم به این کامل. ولی واقعا خیلی تشکر میکنم از هنری عزیز که اینقدر واضح توضیح داد. و ما میبینیم که جایی که ترس هست اونجا شیطان حاکمه. بله. اگه مذهب شما رو داره میترسونه، اونجا شیطان حاکمه، نه خدا. خدا روح ترس نداده. خدا روح محبت، آرامش، عشق. در محبت هیچ ترس نیست. درسته. پس جایی که شما میترسید، اگه در خانوادتون ترس هست، اگه در مذهبتون ترس هست، در کشورتون ترس هست، مطمئن باشید که اونجا شیطان حاکمه. بله. خدا اونجا نیستش. درسته. پس هوشیار باشید و به خدای حقیقی رو بیارید، چون فقط آرامش در اونه. درسته. برگردیم به کریسمس. آره واقعا پیغامی که من دارم برای ایرانی ها، میدونم شما موافق دوبنده، کریسمس بدون مسیح معنی نداره. در خیلی از کشور دنیا چراغانی هست، خیلی به حال چیزی که زیباست، آدم دوست داره اینجا بره عکس بگیره شرکت بکنه وجود داره، ولی کریسمس بدون مسیح معنی نداره. ما خود راجع به این صحبت کنیم که زیبایی کریسمس در مسیح هستش، که واقعا هر ایرانی هم باید بدونه اینو. بله، چون عیسی مسیح اون نوره. و جایی که نور بیاد اونجا روشنایی، اونجا زیبایی و حتی ترس ها برداشته میشه. همطور که گفتی در این ایام هر جا که میبینیم، مخصوصا تو آمریکا و مطمئنم در اروپا، خیلی جاها تزیینات میکنن، چراغونی میکنن، درخت کریسمس میذارن، کادوهای بزرگ میذارن زیرش. واقعا زیباست.
ما چند تا جاهای قشنگ رفتیم در این ایام و زیبایی این چراغونیا واقعا بعضی ها خیلی زیبا تزیین میکنن، حتی خونه هاشون بعضی خونه ها چقدر زیبا تزیین شده. این نوه خوشگل ما آناکینا خیلی جالب بود، با مادرش که میرن بیرون یک عروسه کوچولو ببینه که به درخت اورنمنت آویزون میکنه، دایناسور بود چی بودش، صورتیه، آره میگه من اینو صورتی. میخوام با این زبونی که هنوز باز آره. نشده. بچه هم دوست دارن زیبا رو، همه زیبا رو دوست دارن. تو ایران من دیدم در بعضی از مجامع و گردهمایی ها رو درخت کریسمس عکس شهدا رو زده، عزیزانی که این اواخر کشته شدن مثل مهسا و اینها. واقعا زیبایی چیز خوبیه. آره زیبایی خیلی خوبه، ما لذت میبریم، مطمئنم خیلی لذت میبریم، ولی متاسفانه خیلی ها که حتی عیسی مسیح رو نمیشناسن و مسیحی نیستن این زیبایی ها رو انجام میدن، در کریسمس جشن میگیرن، کادو میدن، ولی عیسی مسیح در این زیبایی نیستش. عیسی مسیح هیچ جا در این جشن ها تزیینات پیدا نمیشه. میدونین آماری که گرفتن در مرکز تحقیقات پیو این آماری که گرفتن خیلی ها نظرات مختلف دادن. از افراد پرسیده شده که کریسمس برای اونها چه معنی داره. بعضی ها گفتند برای کریسمس برای من مثل عید شکرگزاریه که با خانواده جمع میشیم، جشن میگیریم، با هم مشارکت داریم، با هم غذا میخوریم، لذته. درسته. با خانواده بودن خوبه، بد نیستش. بعضیا گفتن که وقتی که همونطور که بزرگ شدم دیدم که چقدر لذت داره که هدیه بدم و وقتی هدیه میدم میبینم مردم خوشحال میشن، پس هدیه دادن رو خیلی دوست داشتن در ایام کریسمس و در مهمونی ها. بعضی هم گفتن که من در جشن های کریسمس شرکت می کنم و تمام کارهای کریسمس رو انجام میدم و این چیزها به من رضایت میده و من لذت میبرم از تمام اکتیویتی فعالیت هایی که در کریسمس انجام میشه. کریسمس پس برای خیلی ها تزییناته، برای خیلی ها مهمونیه، برای خیلی ها کادو گرفتن، کادو دادنه و چیزهای مختلفه برای کریسمس. اینجا عیسی مسیح کجا رفته؟ آره خب ببین بازم میگیم عیسی مسیح مخالف شادی نیستش، ولی مرکز کریسمس عیسی مسیح. شما وقتی اولین کریسمس رو نگاه میکنید در آخوری هست، یک استبلی هست، تجملاتی وجود نداره. نه. نجات دهنده عالم متولد شده، مریم نگران شاید خسته تو جاده رفتن از این مسافرخونه و مسافرخونه، این بلاها سر ما اومده در گذشته، رفتن جا نبوده که بچه به دنیا بیاد، اومدن در یک آخور که خب مسلما خواست خدا نبوده، گرچه خدا موجودات و طبیعت دوست داره، خودش آفریده، ولی از اون طرف یوسف به عنوان همسر مریم، خب طبیعتا یه شوهر میخواد بهترینه برای همسرش بکنه، ولی در اون شده بعد نور عالم به دنیا میادش، در جسم ظاهر میشه. این خیلی زیباست. پس این آماری که اینجا گرفته شده بعضی شما گفتید و عزیزان هم میتونن تو اینترنت پیدا کنن، چیز بدی نیست. شاید بیننده های ما جز اونه باشن که وقتی کریسمس میگه ببین کریسمس یعنی بابا نوئل، ما هندوستان هم که بودیم عزیزان کریسمس بابا نوئل آوردن، در هر جا بری هست، ما مخالف اون نیستیم، ولی مرکز پیغام اصلی که امروز ما میخوام تو این برنامه بیشتر مردم باش آگاه بشن، آشنا بشن، اگه نشدن عیسی مسیح، چون اگه عیسی مسیح نباشه شادی ها به درد نمیخوره. من روز پنجشنبه موقتی شادی ها، مهمونی هم که برین بعد شب میرین خونه گریه میکنین. چرا گریه میکنن؟ خب چه میدونم، ولی موقتیه اون شادی که در مهمونی هست. میفهم چی داره میگیم، میخوام بگم شادیا موقتیه. پنجشنبه در رادیو که بودیم با اون دوستمون، من حرف میزنم شما شنیدین نه، راجع به سوال کردن، خیلی هستن، خیلی وضع مالیشون هم خوبه، خیلی امکانات هم دارن، ولی در آخر میبینیم خیلی از اونها توهی هستن، حتی آمارها نشون میده که
در واقع چقدر غمگینن، بعضی از اینا خودکشی میکنن. آماری که در آمریکا داره میگه اونه که قرعه کشی شرکت میکنن، شرط بندی شرکت میکنن و لاتاری میگن بهش، برنده میشن، خیلی از اونا ورشکست میشن، خودکشی میکنن. پس تجملات فایده نخواهد داشت اگر مسیح درش نباشه. پوینت اینجاست. بنابراین نکته اصلی و محور اصلی تولد کریسمس تولد عیسی مسیح. و خیلی هم که بی خدا هستن، ATS هستن، اونها هم حتی کریسمس رو جشن میگیرن و لذت میبرن از کادوها و مهمونی و سنتراس. شما کادو گرفتید دیشب ما آمدیم خونه، کادو از جای اومده بود، شکلات بود. آه بله بله، از خانواده عزیز و محبت برای من کادو فرستادن. به منم بدید دیگه، فقط به نازنین میدیم من شکلات بخورم. داره آره حتما، ولی آمین. ولی فراد کادو دادن خوبه، یعنی خیلی خوبه، تشویقتون میکنم. شما عزیزان اگه جشن میگیرید حتما به همدیگه کادو بدید، گیمای مختلف هستش برای کادو دادن و خیلی زیباست. برکت میاره، چون واقعا وقتی ما کادو میدیم و اون شادی رو در طرف میبینیم واقعا لذت آوره. ولی فراموش نکنید که کریسمس یعنی نجات دهنده. بله. یعنی نور عالم. بله. وارد دنیای تاریک ما شد، انسان شد تا نجات رو بیاره، تا نور رو بیاره، چون انسان دنیای ما بدون نجات بود، دنیای ما بدون امید بود، دنیای ما زیر شرارت و حاکمین شریر. درسته. همچنان که امروز میبینیم دنیای ما داره به نابودی میره، ولی تنها عیسی مسیح امید این دنیاست. بله. و آیه معروف میگه، میگه خدا انقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسرش را داد که هر کسی از هر جایی به او ایمان بیاره هلاک نشه، بلکه حیات جاودان پیدا میکنه. و یوحنا میگه حیات جاودان چیست؟ حیات جاودان این است که پسر خدا عیسی مسیح را بشناسید، او را بشناسید، با او رابطه داشته باشید. بله. با او حرف بزنید، او با شما حرف بزنید، این دوستی، این ارتباط، این حیات جاودانیه که از همین لحظه تولد تازه شروع میشه. من تو این آمار اینو دوست داشتم، این شخص میگه که من در جشن کریسمس شرکت میکنم چون بقیه اعضای خانواده تمام کارهای کریسمس رو انجام میدن، من میرم همه چی آماده است. اگه خانواده همسرم نبود، یعنی مادر زن، بالاخره برادر زن اینها نبودن، احتمالا بیشتر کار میکردم، 25 روز کار میکردم. چقدر خوبه نه کریسمس آدم ها رو به هم وصل میکنه. من میخوام بدونم که عزیزان اگر میتونن تماس بگیرن، حالا پیغام بفرستن یا چت بکنید، میدونم در فیسبوک محبت هستید، در یوتیوب شبکه محبت هستید، عزیزانم خیلی ممنون پشت زحمت بکشن، بگید کریسمس برای شما چه معنی داره، شما چی کار بکنید کریسمس. اتفاقا یکی از نکیشا از من پرسید بردلتون بعد کریسمس چیکار کنیم، خیلی خوب میشه بدونیم اینو و کریسمس برای شما چه معنی داره و واقعا اینو با ما بگید. خیلی ممنون میشیم که اینو از شما بشنویم. به هر حال در هر شرایطی که هستیم، جشن مثل کریسمس یه جشن حیاتی و پربرکته، یه جشنی است که سرنوشت سازه. عیسی مسیح تنها کسیه که به دنیا آمد، تاریخ بشر را به دو قسمت کرد، قبل از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح. شما هیچ کی نمیدونه که چنین کاری کرده باشه، نمیتونه بکنه. عیسی مسیح تنها کسی بود که تولدش همه چیز رو عوض کرد. برای من کریسمس همیشه باعث شادیه. در همین دوران 41 سال پیش با سیمان آوردم، در همین دوران با نازنین جان آشنا شدم، با هم دیگه بعدن ازدواج کردیم، خدا رو شکر بکنم. درسته؟ آمین. با تعجب میگه کردیم. خدا آره، در کریسمس بود که ما خیلی خاطرات خوب داریم و دوستان خوب داریم. واقعا خدا رو شکر برای عیسی مسیح. آمین. که نه فقط با تولدش در این روی زمین ما رو با خدا یکی کرد، بلکه ما رو با هم وصل میکنه. در هندوستان که بودیم، کلیسای افغان رو شروع کرده بودیم، ما با برادرای افغان خواهرای افغان جشن میگرفتیم. چقدر زیبا بود کریسمس، نه؟ پس کریسمس پیغامش همینه که آدم میتونه با خدا و با دیگران یکی بشه. آمین آمین. مثل این که تلفنی دارین،
دوست عزیز، درود بر شما، کریسمستون هم مبارک. بله، میلاد هم بفرمایید. سلام عزیزم. تشریف دارید دوست عزیز؟ It's okay if I say it in English. I'm sorry, I'm Iranian American and I would like to pray for Iran. I enjoy your program. Thank you so much for your outreach. I understand Farsi very well, but I can speak English better. So my heart is very heavy for Iran. بذارید ما ترجمه کنیم پس. بذارید ترجمه کنیم برای عزیزان، چون شاید خیلی فارسی انگلیسی بد نباشه. خواهر عزیز ما الان اسمتونم نگفتید البته، ولی میگن که من ایرانی هستم ولی فارسی منقدر خوب نیست و میخوام برای ایران دعا بکنم و تبریک میگن کریسمس رو. بفهمید، ادامه بدید. Yes, I am a pastor of a holy community outreach center in Macon, Georgia, state of Georgia, United States. And the Holy Spirit has touched my heart for Iran. I would like to pray. بله ایشون، بله فکر کنم اسمتون ایزابل هستش، درسته؟ و شما کشیش کلیسای، بله بله کشیش دواتی، شما در ویرجینیا هستین، در کلیسای شبانی میکنین. خب بفرمایید. Okay, Macon, Georgia. Dear Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus, Father. Father, we thank you for what you are doing right now in Iran, Father. I see in the eyes of faith that Iran become a Christian nation because so much sacrificial blood was shed for past 3 months, and not just the past 3 months, but 43 years, Father. People suffered, Father. And Father, we lift up your name because you are the same God yesterday, today, and tomorrow. You are the God who opened the Red Sea. And you are the God who made so much miracles when Jesus was upon the earth. It is nothing for you, Father, to really change the regime, Father. We lift up our voice in solidarity with all of our brothers and sisters back home in Iran, Father. Father, please heal their wounds, Father, through divine healing. Father, bind their wound, Father. Father, we cancel every sentence of death has been spoken over young people, generation Z. We cancel that. We break the assignment of enemy even now. We break every assignment against the young people. We break the plan and the schemes of the enemy even now. We break it in Jesus' name. Father, you said, I will give you authority and power to tread over a scorpion and over the adder and also cast out demons. Father, we come to you now. Cancel every false and dark ideology, every false ideology of Taliban, of Islamist fascists, of communism, of Islamist Marxism. We cancel that now in the name of Jesus. Father, every ideology, every false ideology that is centered on terror and centered on fear, we cancel that right now because Jesus said, perfect love casts out fear. There is no fear. We honor our God. Father, we know that Iran becomes a Christian nation. Father, I do pray for all the prisoners right now. The people of Kansas, they are not criminal. They are innocent people, Father. We lift them up to you, Father. The same way that Paul and Silas, they prayed in prison and the earthquake came. Father, I do pray that the wind of your Holy Spirit will set those people of conscience free even now, Father. And we pray, Father, for that even prison to be demolished, Father. Father, I can see in the eyes of faith, the Bible school, Bible school for girls called Emmanuel, Prince of Peace, established in that country, Father, in Tehran, in Kurdistan, in Balochistan. Father, I see that the Christianity become a state religion, Father. I see in the eyes of faith that Sharia law and Islamist laws to be removed completely from the constitution, Father. Father, we pray for a democratic constitution. We pray for a democratic parliament that even number of male and female, Father, representing all people, the Kurdish, the Baluchi, the Christians, the Baha'i, all people of Iran, Father.
Father, we thank you for what you are doing even now, Father. We pray, Father, for your hand to move even now, Father, because our prayer will be answered for all the victims. For all the victims, Father. They are not victims, but they are martyrs. آمین. خیلی ممنون خواهر جان. چه دعای زیبایی. مرسی دوست عزیز. ما زمانمون کمه. مرسی عمر رو خط. خدا برکت تو بده چون خیلی هم انگلیسی شاید نفهمم ولی خدا شو به قلبی که دارید و اومدید رو خط و در تماس هستی خدا شما و خدمتتون رو برکت بده. ولی خیلی دعای پربرکتی بود. واقعا تشکر میکنیم و کاش که میتونید فارسی دعا کنید که عزیزان تمام نکات دعای شما رو متوجه بشن. فقط میخوام بگم عزیزان خواهرمون دعا کرده ایشون شبان هستن تازگی با نازنجین هم آشنا شدن با ما هم در تماس هستن دعا کردن برای نه فقط امنیت و تغییر و بلکه اتحاد و برکت و به حال برای جوانان دعا کردن برای قومهای مختلف دعا کردن اگه انگلیسی متوجه نشدید خب خیلی ممنون تشریف آوردید رو خط میریم ادامه میدیم واقعا راجع به کریسمس صحبت کنیم وقت ما تمام میشه چند دقیقه دیگه و بدونیم که کریسمس با عیسی زیبا هستش تولد مسیح تاریخ رو گفتم عوض کرده نه فقط بلکه نحوه زندگی مردم رو عوض کرد شما میتونید که کشورهایی که حاکمیت بیشتر افرادی هستن که مسیحی شدن به عبارتی به مسیح ایمان آوردن و اونو به عنوان خداوند نجات دهنده خودشون پذیرفتن چقدر تاثیرات مثبت داره امروز در پارلمان ها و سازمان های مختلف در تیم های فوتبال و خیلی جای دیگه میبینیم که نفوذ ایماندارا یعنی حضور ایمانداران مسیح چقدر مؤثر بوده در همین فوتبال آخر ایران و آمریکا وقتی ایران باخت بازیکن آمریکایی اومدن اون رو بغل کردن بعدا فهمیدن ایماندارن یعنی به مسیح ایمان دارن چقدر تاثیرگذار آنچه که مسیح کرده نه فقط همین بلکه در خانواده ها در شرکت ها در سازمان های مختلف وقتی حضور مسیح رو میبینیم که در افراد هست چقدر مؤثر و پربرکت هستش آمین و بگم که خیلی از عزیزان فکر میکنن هر کی آمریکایی هست هر کی در اروپا هست خود به خود مسیحیه نه اینطور نیست خیلی ها هستن تو آمریکا تو سیاست تو ورزش مسیحی نیستن و اصلاً اون معیارهای ایمان و مسیحیت رو نگه نمیدارن پس وقتی یه نفر ایمان داره و میبینیم که ایمانش رو داره در عموم یا در ملای عام اونو نشون میده خیلی باعث برکت و تشویق ما ایمانداراست و مطمئنن و جامعه عیسی مسیح جلال پیدا میکنه و اون نیز خوشنود میشه و جامعه خودش خیلی موثره و میدونم همونطور که خواهرم دعا کردن در ایران داره اتفاق پیدا میشه دعا میکنم در مقام های بالا در دانشگاه ها در جای مختلف افرادی باشن زنان و مردانی که واقعا به مسیح ایمان دارن آرمان های او رو تعالیم او رو زندگی میکنن سر کار قرار بگیرن مطمئنا جامعه ما دیگر گو خواهد شد و ما این نبوتی هم که خواهرمون کرده و بسیار دیگه کردن رو میپذیریم و اعلام میکنیم در نام مسیح که اتفاق بیفته من میخوام به دو نبوت اشاره بکنم اقلا به یکی از اونها رو میخونم براتون اشاره باب 9 آیه 6 نبی 2700 سال پیش 2800 سال پیش میگوید برای ما فرزندی زاییده پسری به ما داده شده است هنوز اتفاق نیفتاده ولی داره نبوت میکنه یعنی داره میبینه اینا و او بر ما سلطنت خواهد کرد یعنی بر قوم اسرائیل سلطنت خواهد کرد اسم او مشاور عجیب خدای قدیر پدر سرمدی و شاهزاده صلح و سلامتی خواهد بود. خب شما بفهمید که این نبوت نبی که تحقق پیدا کرد در زندگی عیسی مسیح ما اونو مشاهده میکنه در طفل مریم و یوسف که بعدم همسر مریم میشه آیا اون چیزی نیست که کشور ما بهش احتیاج داره؟ دنیا بهش احتیاج داره شما به عیسی احتیاج دارید من احتیاج دارم اگه میخوام ازدواج من خانواده من موفق و پربرکت باشه که جوانان ما میخوان آرامش و شادی داشته باشن احتیاج به چنین شخصیت الهی دارن که مشاور عجیب هستش اسمش اینه خدای قدیر او از جنس خداست انسان نیستش خدا انسان شد ولی او خداست پدر سرمدیست و شاهزاده صلحه در ایران عزیز در افغانستان در دنیایی که الان در فساده ما تمرکزمون رو ایرانه ولی دنیا پر از فساد دنیا به هم ریخته احتیاج به شاهزاده صلح داریم همگی خدای شالوم خدای سلامتی که بیاد چیزی که سرجاش نیست و سرجاش قرار بده
مردم بتونن در سلامتی خدا باشن. میدونم که دنیا گناه کرده، برای همینه که عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 16 میگه که عیسی مسیح اومد تا اینکه هر که به ایمان بیاره هلاک نشه بلکه رستگار بشه و آزاد بشه. پس بسیار مهمه که ما در کریسمس اهمیت میلاد مسیح رو در رأس قرار بدیم. یعنی اگر جمع میشیم با هم غذا میخوریم، اگر شادی میکنیم، اگر جشن میگیریم در کلیسامون، باید مرکز محور کریسمس ما عیسی مسیح باشه. آمین. و با هم دعا کنیم. میدونی بعضی میگن او تو مهمونی اینجا وقت دعا نیست. اتفاقا اونجا وقت دعاست. اونجا وقتیه که همه با هم جمع شدید، دارید شادی میکنید و عیسی مسیح که منبع شادی و آرامشه، اونو وارد اون جشن بکنید. آمین. و با عیسی مسیح حرف بزنید. بله. دعا همینه. بله. دعا مشارکت با خداست. بله. با عیسی مسیح صحبت کنید. و مخصوصا ایرانیای عزیز، شما که در این ایام جشن میگیرید، اگر الان 10 دقیقه، 1 ربع، نیم ساعت با دوستانتون در اون جشن دستای همو بگیرید و برای ایران دعا کنید. آمین. برای ایران دعا کنید، برای جوانای ایران دعا کنید. میدونید من دیشب که در کلیسا داشتین صحبت میکردین، دعا میکردم و گفتم که خداوند یه ایماندارا رو به زندان بفرست، ایماندارانی که در زندان بتونن بشارت بدن. بعد گفتم که خب خدا میتونه خودش وارد زندان ها بشه. بله. خود خدا میتونه وارد قلب ها بشه، با افراد صحبت کنه، خودش رو ظاهر کنه، با اونها صحبت کنه. و بارها و بارها شنیدیم و این خواهر خیلی از قشنگ دعا کرد. بله. گفت پولس و سیلاس ها در زندان بله. آزاد بله. شدن بله. و در همون زندان پرستش کردن و بشارت دادن. بذار پولس و سیلاس ها بلند بشن در زندان ها. آمین. اتفاق میفته. میدونم بعضی از ایماندارا در زندان هستن، دعا میکنیم زودتر آزاد بشن البته، ولی اگر هستم تصادفی نیست، خدا رو قرار داده. من نمیدونم، شاید در آسمان بعض از این کسی که اعدام شدن بهم بگن این برادر، این خواهر به من انجیل رو موعظه کرد. به هر حال بسیار آقایی که اعدام شدن این اواخر، ایشون گفتن سر قبر من قرآن نخون، نماز نخون، شادی کنید. این پیغام مسیحیه، یک چیزی نیستش که در واقع طرف حالا از اسلام متنفر شده. من دعا میکنم اتفاق بیفته. آقای دیوید جرمایا که اغلب شما در شبکه محبت هم احتمالاً پیام ایشون شنیدید، میگه تمام هدایای کریسمس در جهان بدون حضور مسیح ارزشی نداره. زمانی ارزش پیدا میکنه بهترین هدایا، بهترین جشن هم تو که نازنین جان گفتن که در مسیح باشه. خانم کوری تن بون سالا پیش وقتی به خاطر اینکه کمونیستا ایشون رو شکنجه میکردن و خانوادهشون رو، ایشون گفتن چه کسی میتونه بر کریسمس چیزی رو اضافه کنه؟ انگیزه کامل این است که خدا جهان را بسیار دوست داشت. هدیه عالی این است که او تنها پسر خود را داد. تنها شرط این است که به او ایمان داشته باشید. پاداش ایمان این است که شما زندگی ابدی را خواهید داشت، دریافت خواهید کرد. قبل از که بریم با هم یک موزیک نگاه کنیم، آقای بیلی گراهام میگوید هدف اصلی از آمدن مسیح به جهان این بود که او جان خود را به عنوان قربانی برای گناهان انسان تقدیم کند. او آمد تا بمیرد. این قلب کریسمس است. عیسی مسیح تنها شخصیتی که به دنیا آمد که بمیره. هیچ کی بچه دار نمیشه که بچهش به زودی انشالله بمیره. همه میخوان که 100 سال عمر کنه و چقدر هم ناراحت میشیم بعضی از جوانا رو میکشن که آیندهشون میتونست خیلی زیباتر از این باشه. ولی عیسی با این هدف اومد که برای گناهان ما بمیره. تولد مسیح زمانی معنی داره که برای ما معنی داره که او آمد تا اینکه ما رو از گناهان خودمون نجات بده و ببخشه. خب سود قشنگی داریم از ناتان جان و بهی مادر گرامیشون که میخوایم با هم بشنویم. اتفاقا این سود راجبه همین است، آمد از سما. میخوام که جو پرستشی هم در ما باشه. جد چند دقیقه برمیگردیم، کم کم برنامه‌مون رو با هم می‌بندیمش، ولی این سود زیبا رو بشنویم. مرسی ناتان جان که تازگی بابام شده. ناتان تبریک میگیم به ناتان. آمی. اگه نگاه کردید و خواهر بهی که مادر بزرگم شدن، نگاه می‌کنیم برمیگردیم با ما باشید.
آمد از سما، بحر نجات جان ها آمد از سما، بحر شفای دل ها آمد از سما. آن مسیح خدا نیرو بخشیده بر تمام جان ها، آمد از سما روح پاک خدا، روشن گردیده از نورش دنیا، آمد از سما آن منجی ما، ویران کرده بود کاخ شیطان را، آمد جان من آن جانان من، آمد تا دگر نباشم تنها. آمد پناه من باشد، شبان من قوت میدهد بر ایمان ما، آمد سرورم یار و یاورم، او هست پادشاه بر همه قوم ها، آمد تازه غم از درد و ماتم باشد نجاتی بحر انسان ها، زحمت کشان آمد از آسمان تا دهد آرامی بر دلهای تان، ای درماندگان آمد از آسمان تا دهد رایگان عمر جاودان، ای زحمت کشان آمد از آسمان تا دهد آرامی بر دلهای تان، ای درماندگان آمد از آسمان تا دهد رایگان عمر جاودان، ای زحمت کشان آمد از آسمان تا دهد آرامی بر دلهای تان، ای درماندگان آمد از آسمان تا دهد رایگان عمر جاودان. به به، چه ملودی قشنگی. من این قسمت دوست دارم که اومد آرامه بخشد و دعا میکنم واقعا آرامه خداوند به ایران نزده. میگه ای زحمت کشان، بله. ای گران باران متی یازده بیست. آمین. واقعا برای ما مسیحیان کریسمس و به دنیا اومدن عیسی مسیح خیلی مهمه که ما رو فرزندان خدا کرده. وقتی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم کلام خدا میگه که ما شریک طبیعت الهی شدیم. درسته. با اومدن عیسی مسیح، با بله. انسان شدن خدا و یک تعویضی اونجا قرار میگیره. او اومد انسان شد تا هر آنچه که نیکویی و قدوسیت و پاکی خودش رو به ما بده و گناهان و بدی ما رو به خودش بگیره. و انجیل یوحنا باب 1:14 میگه کلمه انسان شد. هلویه. کلمه عیسی مسیح شب. انسان شد، بله. در میان ما ساکن شد، یعنی زندگی کرد در میان ما، مثل ما شد، هر آنچه که ما احساس میکنیم انجام میدیم، عیسی مسیح به عنوان یک انسان کامل اومد و مثل ما زندگی کرد. درسته. میگه ما شکوه و جلال خدا رو در عیسی مسیح دیدیم. انسان‌ها در انجیل وقتی میخونید افراد میبینیم شکوه و جلال خدا رو در عیسی مسیح دیدن، شکوه و جلالی که فقط شایسته فرزند یگانه پدر، پر از فیض و راستی. چه زیباست این آیه. پر از فیض و راستی، این عیسی مسیح بود و ما هم ارث با عیسی مسیح هستیم. بله. ما ایمانداران که ایمان آوردیم به این نوزاد، نه فقط نوزاد بلکه خدایی که
انسان شد. بله. ما ایمان آوردیم، باور کردیم، نجات پیدا کردیم، حالا ما میتونیم خدا رو بشناسیم. درست. حالا ما میتونیم هم ارث با عیسی مسیح باشیم، میتونیم شریک اون طبیعت الهی باشیم، میتونیم پر از فیض و راستی باشیم. بله، ما این شکوه جلال خدا رو میتونیم مشاهده کنیم. آمین. در این ایام کریسمس. آمین آمین. پس واقعیت اینه که ما تولد دوست داریم، تولد چیز خوبیه، باید آدم جشن بگیره تولدو، ولی یک تولد معمولی نیست که بگیم خب حالا عیسی به دنیا آمد و بزرگترین و کف آمیزترین عبارت که مردم استفاده میکنن که عیسی مسیح علیه السلام تولدش هست. نه، عیسی مسیح برتر از انسانه که بخوام بهش بگیم علیه السلام. عیسی مسیح صاحب تمام خلقت هستش، او مالکه، همه به وسیله عیسی و برای عیسی خلق شده. برای همین بود که عیسی به دنیا آمد، تا اینکه این مخلوق خودش رو، این انسان ورشکسته، این انسان درمانده، این انسان گناهکار و اسیر رو از اسارت در بیاره. عیسی مسیح اومد با تولد خودش تا اینکه رستگاری رو برمقام بیاره. اون نیومد فقط ما شکلات بخوریم، خیلی هم زیباست، به هم میگه بدیم کادوی مختلف، بلکه اومد ما رستگار بشیم. شاید ما بهترین ها رو در کریسمس نداشته باشیم امروز به خاطر شرط بدی که وجود داره، چی که جمهوری اسلامی داره با مردم میکنه. خیلی سالهاست که عزیزان ما، هم کیشای ما در ایران نمیتونن به ساختمون کلیسا برن جشن بگیرن، در کلیسا رو بستن، ولی آنچه که مسلمه، آنچه که مهمه، آنچه که زیباست اینه که او رستگاری برمقام آورده. چه ما این جشن رو بتونیم با شکوه انجام بدیم که بهتر این کار رو بکنیم، چه نکنیم، در نهایت ما جزء اون تیمی هستیم، اون گروه عظیمی هستیم از فارسی زبانان، غیر فارسی زبانان، که نجات پیدا کردن، که وقتی با آسمان بریم خود عیسی مسیح رو روبرو خواهیم دید. در نهایت بدون عیسی مسیح بود که اگر اون نمی اومد ما در گناهان خودمون میمردیم. ما احتیاج داشتیم عیسی مسیح بیاد، چون ما نمیتونستیم خودمون رو آزاد کنیم، ما نمیتونستیم که از اسارت گناه بیرون بیایم. ما میخوایم گناه کنیم، نگاه کنیم مردم چطور دارن گناه میکنن، افتخار هم میکنن. همین کشور آمریکا که ما داشتیم زندگی میکنیم، هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا آمد لایحه رو امضا کرد، کاملا ضد کلام خدا هستش، ولی خدا آمد تا اینکه ما بتونیم امید مبارک داشته باشیم. عیسی به دنیا آمد تا که بتونیم روزی نه فقط جریمه گناهان ما پرداخت بشه، بلکه بتونیم بدون گناه هم زندگی بکنیم. همه گناهکار هستن، همه گناه میکنن. اگه کسی میگه گناه نمیکنم، او داره دروغ میگه، کلام خدا میگه. و اگر شما گناه میکنید میگه نمیخوام این کارو بکنم، چه کسی میتونه ما رو کمک کنه؟ آیا یک پیغمبر مرده، یک امام، یک انسان؟ خود اونا هم گناه کردن. درسته که در ایران گفته میشه که امام ها معصوم هستن، پیغمبر ها پاک بودن، این دروغه، چون کلام خدا اینو ما نمیگه. کلام خدا اتفاقا ما میگه همه گناهکارن، فرق نمیکنه. خیلی از اینا خودشون اعتراف کردن، حضرت داوود اعتراف بکنه، حضرت موسی اعتراف بکنه، همه اعتراف بکنن گناهکار هستن. و اگر شما میدونید گناهکاری و اعتراف نکردید و بدونید که بزرگترین هدیه عالمو شما پشت سرتون دارید میذارید، نمیخواد بپذیرید، چرا که در یوحنا میگه که عیسی مسیح اومد تا هر که به او ایمان بیاره نجات پیدا بکنه. امروز شما میتونید این کارو بکنید، امشب میتونید این کارو بکنید، میتونید عیسی رو با من نجات دهنده خودتون بپذیرید، گناهاتون توبه بکنید و رستگار بشید. اگه باور داشته باشید که عیسی مسیح این کارو کرده، اعتراف بکنید، شما کاملا پاک و رستگار میشید. آمین. و کافیه بگید عیسی مسیح آمین. وارد قلب و زندگی من بشه، گناهان منو ببخش، گناهان منو ببخش، منو شخص جدیدی بساز، منو شخص جدیدی بساز. من خستم از این دنیا، از این زندگی، و به تو رو میارم، به تو ایمان دارم آمین. که خدا هستی، تو خدا هستی. متشکرم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. خداوند، من دعا میکنم برای هر کسی که این دعا رو کرد، خداوند او رو تبدیل کن، به او تولدی نو بده. بله. خداوند و بذار در این ایام کریسمس تو رو بشناسه و اسمش در دفتر حیات ثبت بشه. بله. ای خداوند او رو لمس کن مسیح جان. بله. ای پدر، بذار کریسمسی متفاوت برای ایران و ایرانیا باشه. بله بله. در نام عیسی مسیح. در نام عیسی مسیح. آمین آمین. ما دعا میکنیم که واقعا کریسمس امسال یک کریسمس معمولی نباشه. خدا بارها این کار کرده، در زندگی شخصی من کرده، در کلیسا کرده، ولی واقعا کریسمس متفاوت باشه. آزادی رو به معنای واقعی رو بتونید تجربه کنید. آزادی از خود، آزادی از گناه، آزادی از اسارت، از هر بندی که وجود داره.
میدونم که شما بگید کشیش نیست اینجا برای من دعا بکنه، کلیسا نیست برم، ولی خدا که اونجاست. که البته شما میتونید هر موقع اینترنت یاری داد یا موقعیت بود تماس بگید، بگید بله من این دعا رو کردم، احتیاج به دعا دارم، برای من دعا بکنه. و این نکته مهم اینه که هیچ بهانه‌ای وجود نداره. اگر خدا از آسمان به زمین آمد، یک آخری حقیر به دنیا آمد، در جایی که چراغونی نبود، در جایی که خیلی بلندگوها و استیجا نبودش، دوربین ها نبودش که اتفاق بیفته، الان رو میتونه در قلب شما به دنیا بیاد. کافیه شما این دعا رو تکرار کنید، کافیه که بپذیرید، کافیه که آمین. قبول کنید. من از شما خواهش بکنم که بپذیرید، یعنی این لطف خواهد بود که به من میکنه که یه روز بگید در آسمان، بگید الناتان تو صحبت کردی، برنامه سیره مسیح من تماشا کردم، پذیرفتم عیسی مسیح رو. این لطف میخوام من شادی بکنم با شما. یه روزی یک گروهی برای من این کار کردن سال 1982 و جشن گرفتن، یه روز میخوام شما امروز از ما این هدیه رایگان رو که خداوند برای شما مایه کرد دریافت بکنید، ایدی به من بدید به عبارتی، و ما شادی بکنیم با آنچه که در زندگی شما اتفاق افتاده. آمین آمین. در این که ایام کریسمس برای همه خیلی ها به همدیگه کادو میدن، ولی چه کادوی بزرگتر. و من اینجا هستین که یه باکس کادو دارم. شما هر سال اینو میارم، ولی توش چی نیستش؟ توش چی نیستش؟ ولی تصور شما کنید این کادو یه چیز گرانبها توش هست و دارم تقدیم به شما میکنم و شما این کادو رو میگیرید و حیات و جاودانی دریافت میکنید. بله. به همین بله. سادگی. عیسی مسیح کادویی از طرف خداست. امید. به شما. امید. این حیات جاودانی، این آزادی از گناه، این آزادی از جهنم، این آرامش و تسلی در زندگیتون یک هدیه از جانب خداست و هدیه گرانبهاست و هدیه است. هیچ کاری نباید بکنید و حیات جاودان فقط پذیرفتن، گرفتن و تشکر کردن. این چیز سختی نیست که خدا از شما میخواد، کار سخت خدا انجام داده. برای خدا سخت نبود که انسان بشه، چون شما رو دوست داشتش و دوست داره. آمین. برای شما سخت نباشه که او رو بپذیرید، دعوت کنید بیاد وارد زندگیتون بشه، کشور ما به این گونه عوض بشه. آمین. ما برنامه داره تمام میشه، هفته بعد برمیگم تحت شرایطی که کریسمس در واقع گذشته، روز قبلش رو جشن گرفتیم، شنبه است دیگه، نه شنبه میشه سه شب کریسمس، یک شنبه میشه کریسمس. بله. و کریسمستون تبریک، مبارک و بهترین ها رو برای شما عزیزان دعا.